نفیسا تو دیالو شاکی دومینیک استراسکان روز چهارشنبه با قاضی پرونده دیدار کرد. در این ملاقات که نزدیک 8 ساعت به طول انجامید، قاضی بیشتر در مورد مکالمه تلفنی مشکوک او با یکی از آشنایان سابقه دارش جویا شد. کنت تامسون وکیل این مستخدمه گینه‌ای‌ال اصل در خروج از دفتر قاضی گفت بازخوانی نوار ضبط شده مکالمه موکلش نشان می‌دهد او به دنبال اخاذی از آقای استراسکان نبوده. او اضافه کرد ترجمه این مکالمه تلفنی که به زبان محلی و مادری شاکی بوده ناقص و با سوء تفاهم همراه است. کماکان گذرنامه آقای استراسکان توقیف است و تا صدور رأی نهایی حق ترک خاک آمریکا را ندارد. او با اتهامات عدیده‌ای از جمله آزار جنسی و تلاش برای تجاوز روبروست که مجازات‌های سنگینی در آمریکا به همراه دارد.